اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وآله المعصومين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من أحب أن يلقى الله يوم القيامة طاهرا مطهرا فليتوالى موسى الكاظم. شهادت عالم سوز امام مظلوم ما، امام محبوس ما، حضرت امام رضا، حضرت امام موسی بن جعفر رو به صاحب این مجلس، صاحب این بساط، حضرت ابوالحسن رؤوف و امامان بعد از اون بزرگوار و امام زمانمون و به شما در ماتم نشستگان، زائرین و مجاورین و خدام بزرگوار حرم مطهر رضوی و مسئولین فرهنگی تسلیت عرض میکنم. وجود مبارک حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا یه ویژگی هایی دارد که خدای متعال خاص او قرار داده است. یکی از مسائلی که از بیان پیغمبر خدا که برای هر امام یه نکته ای رو بیان کردن و برای حضرت رضا، حضرت موسی بن جعفر این جمله ای که در آغاز عرایزمون به خدمت شما تقدیم داشتیم، من احب، کسی که دوست داشته باشد وقتی خدا رو ملاقات میکنه هم طاهر باشه
و هم مطهر باشه. طاهر و مطهر، خالص و مخلص، اینا هر دو از مراتب نوری است، از درجات بندگی بندگان خاص خداست. اخلاص اکسیر اعظم است، بدون اخلاص هیچ عملی قبول نمیشه، هیچ عبادتی، هیچ احسانی، هیچ خدمتی، هیچ زیارتی که درش اخلاص نباشه، ذخیره آخرت انسان نخواهد شد. ولی هر مخلصی مخلص نیست. اخلاص مال عمل انسانه، مثل عمل صالح و خود صالح. عمل صالح الذین آمنوا و عملوا الصالحات، انسانهای مؤمن اعمال صالح انجام میدهند. افرادی که ایمان به خدا و آخرت و پیغمبر و ائمه دارند، نمازی که برای خدا انشاءالله میخونیم برای زیارت حضرت رضا دعوت شدیم، آمدیم برای خدا در این زیارت بالاسر حضرت امام رضا، توجه کردید که چی میگیم؟ اللهم الیک صمدت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک. امام رضا رو زیارت کردیم، ولی میگیم بارلاها اللها الیک صمدت من ارضی، من به سوی تو آمدم. آمدن به سوی امام رضا، امام رضا فلشه، امام رضا علیه السلام دلیله، امام رضا شفیعه، امام رضا باب اللهه. ما خود خدا رو میخواییم که دامن امام رضا رو میگیریم. اللهم الیک صمدت من ارضی. وهابی ها که دستساز انگلیسن و مورد حمایت امریکا و صهیونیست‌ها هستند، اینا که نمیخوان بفهمن شیعه چه عالمی با امامانش داره. هیچ امامی رو شیعه خدا نمیدانن، ما مشرک نیستیم، ولی خدا به اینها احترام کرده. همون گونه که وهابی کوردل طواف کعبه میکنه ولی این رو شرک نمیدونه، دور سنگ میچرخه شرک نیست، اما دور قبری که در داخل این قبر حجت خداست، صاحب ولایت مطلقه است، این رو شرک میدونه. چه تفاوتی هست بین طواف کعبه و گشتن دور ضریح مقدس حضرت ابوالحسن علی ابن مصر رضا؟ اونجا بیت الله هست، اینجا ولی الله هست. اونجا خانه سنگی و گلیست، اینجا خانه عرشیست، خانه لاهوتی و ملکوتی پروردگار متعال است. اگر کعبه احترام دارد، قرآن کریم احترام کعبه را به احترام پیغمبر معرفی کرده، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. اگر به بلد الامین مکه مکرمه خدا قسم میخوره، برای اینه که وجود نازنین پیغمبر خدا در اونجا تجلی کرده است. باطن کعبه ولایت خداست، استلام با حجر الاسود، بیعت با خلیفه خداست،
بیعت با حجت خداست، بیعت با امام معصوم، سلام خدا بر امام معصوم است، این بیعت با او هست. از این جهت ما در این زیارتنامه ها درس توحید داریم. امام رضا رو ما آینه خدا می دانیم، دلمون هوای خدا می کنند و میایم در این آینه با جمال الهی آشنا می شویم، با جلال خدا انس می گیریم و به فرمان خدا، به مقدسات ما احترام می گذاریم. خدای متعال به سم اسب رزمندگان قسم خورده، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. خداوند منان برای پیرهن یوسف اعجاز معرفی کرده، نه خود یوسف، پیرهن یوسف رو آوردن و قرآن این رو نقل میکنه. پیرهن یه پارچه است، جان هم نداره، ولی چون تو تن حضرت یوسف بوده، در خدمت ولی خدا بوده، این رو آوردن و به سر حضرت یعقوب انداختن. حضرت یوسف هم خبر قطعی داده بود که شفای چشم نابینای پدر من یعقوب پیغمبر، خدا با پیرهن من او رو شفا میده. فلما القاه على وجهه فرتد بصیرا. حالا پیرهنی که به تن حضرت یوسف بوده پیش خدا خیلی ارزش داره، یا ذریحی و قبری که بدن نازنین حضرت رضا رو در بر داره، حضرت موسی بن جعفر رو در بر گرفته است، بدن پیغمبر خدا رو در بر گرفته است، بدن شریف امیرالمؤمنین در داخل اون قبر است. پیرهن یوسف پیش خدا خیلی ارزش داره، یا بدن نازنین امیرالمؤمنین و ائمه ما این کجا و اون کجا؟ وقتی قرآن میگه پیرهن به احترام حضرت یوسف شفا میشه، این ذریح و قبری که بدن عرشی یک حجت علل اطلاق خدا را در بر گرفته، این به طریق اولا از مقدسات عالم بالاست و مشمول عنایات خاص پروردگار متعال است. و این مضامین زیارتنامه ها و دعاهای بعد از زیارتنامه ها، اینا کتاب معرفته. همه جا ما را به وسیله اینها به خدا نزدیک میکنه. لذا میگیم اللهم الیک صمدت من ارضی، خدایا من که بر زیارت امام رضا اومدم که امام رضا منو با تو وصل بکنه، این آبرو داره، من بی آبرو اومدم اینجا، حضرت رضا عنایت بکنه، واسطه بشه، من بخشیده بشه. عمل صالح گاهی از فردی که صالح نیست به تدریج او رو به طرف صلاح می کشانن، اما فرد صالح همه اعمالش صالح خواهد بود. انسانی که دلش صالح شد، روحش صالح شد، وجودش صالح شد، چشمه جوشانی میشه که هیچ وقت گناه از او صادر نمیشه. تا خودش صالح نشده، خلت و عملا صالحا و آخر سیئا، بعض اعمالشون خوبه، بعض اعمالشون بده، این عملش صالحه، ولی خودش هنوز صالح نشده. انسانی که عمل مخلصانه انجام میده، خواه ناخواه در طول عمرتون شما اشکهای زیادی برای ائمه اطهار، قربتن الالله
از چشمتون جاری شده، نه برای پول بوده، نه برای شهرت بوده، نه برای اطعام بوده. دلت برای حضرت امام حسین علیه السلام آب میشه، قربتن الله گریه میکنی. اما همین گریه کن وقتی از مجلس روزه بیرون میاد، گاهی حواسش جمع نیست که سرمایه عظیمی گیرش آمده، نباید میدان بده شیطان بیاد این سرمایه‌اش رو از بین ببره با گناهانش. این نوری که خدا به او داده بوده، نور رو در باطن خودش خاموش کنه. لکن اگر کسی که عمل صالح انجام میده خودش صالح بشه، اگر کسی که اعمالی مخلصانه گاهی انجام داده خودش خالص بشه، اگر انسانی که طاهر است مطهر بشه، انسانی که مخلص است مخلص بشه. انسان مخلص یا انسان مطهر کسی است که معامله پایاپای با خدای خودش کرده است. کسی که به مقام مخلصی نائل نشده، این معامله تدریجی با خدا میکنه، نماز میخونه برای خدا میخونه، اما غذا میخوره یه برای خودش میخوره، چون گرسنه است غذا میخوره. وقتی مسافرت میره برای خودش سفر میکنه، وقتی کار تولیدی میکنه برای خودش و زن و بچهش کار تولیدی میکنه. اما مخلص اینجوری نیست. مخلص خدا دلش رو در اختیار گرفته، از غیر خودش رو پاک کرده. وقتی جز خدا در دل نیست، این دل هیچ میلی به جز رضای خدا نداره. انسان مخلص زن میگیره، زنی که اخلاص مخلص شده شوهر میکنه، بچه پیدا میکنن، برای زندگیشون کار میکنن، تولید میکنن، ولی در هیچ کدام از اینها خودشون نیستن. برای رضای خدا غذا میخوره، برای رضای خدا بچهشو میبوسه، برای رضای خدا خانم به شوهرش محبت میکنه، شوهرداری میکنه. آقا برای رضای خدا با زنش ارتباطات خداپسند برقرار میکنه. شیطان که راه نداره، هوای نفسم راه نداره در قالب کسانی که با خدا معامله کردن و خدا دل اونها رو خریده، بیع کرده. در حالات حضرت امیر علیه السلام قرآن کریم داره: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خدا در لیلت المبید خودش رو به خدا فروخت، خدا هم علی رو خرید. بعد از او علی مال خودش نیست که برای خودش کار کنه، این هر کار میکنه برای مالکش میکنه. ائمه اطهار همشون این معامله رو همیشه با خدا کردن، چیزی برای خودشون نگه نداشتن. از این جهت تمام کارهاشون رنگ خدا داره، صبغت الله. این مطهره. قرآن کریم جلوه خداست. تا کسی مطهر نباشه، ولو طاهر باشه، تا مطهر نباشه، این طهارت تدریجی انسان را از خودش بیخود نمی کنه. انسان یه نفسی داره، یه گرایش های نفسانی داره. تا یک لحظه غفلت میکنه، هوای نفس میاد و او رو زمین میزنه. ولی کسی که دلش پیش خداست، او هرگز غفلت به او راه نداره، اساساً میلی به غیر خدا پیدا نمیکنه. او لذت انس با خدا، قرب خدا رو یافته است. از این جهت به این عالم نگاه نمیکنه. آدم اگه چیز قشنگی ببینه، حاضر نیست به چیز زشتی نگاه بکنه. که تا منظره زیبا داری به مزبله نگاه نمی کنه که
حضرت یوسف در اون خلوت وقتی زلیخا اون همه بزک کرده بود، زمین فراهم کرده بود، یوسف چون دلش خدا را میدید اصلا زلیخا براش جاذبه نداشت، که تمایل به این نداشت با خودش جهاد اکبر بکنه، برخلاف میلش هیجان قلب پیدا بکنه، خودش رو کنترل بکنه. کنترل لازم نبود، دلش پیش زلیخا نبود. قرآن شریف میفرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصون. ما بدی و فحشا را اجازه ندادیم به یوسف نزدیک بشه، نه اینکه یوسف تو اون خلوت از ترس خدا با اینکه میلش میکشه با این زن ارتباط برقرار بکنه، میگه حرام این کارو نمیکنم. قرآن میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. نه اینکه حضرت یوسف با ادراکات احساسیش خودش رو کنترل میکرد، نه، اصلا دلش اینجا نبود، دلش پیش یار بود، به اینجا راه نداشت. لذا بعدی دوره بر یوسف نمیگرده. وجود حضرت یوسف تشعشعات خداست، ظلمت را از فاصله های دور میزداید، مثل یک فوران پرقوتی است که همیشه میجوشه و مثل فواره به اطراف خودش آب میپاشه، کثافتی باقی نمیمونه. که این آب وقتی میجوشه، فورانم داره به همه اطرافم با فشار ترشح میکنه، هیچ کثافتی به او نزدیک نمیشه. وجود کسی که مطهر است یعنی به خدا وصله، از خدا هرگز غفلت نداره. اینا را در قرآن کریم میفرماید که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله. اونها ذاتن خدا طاهرشون کرده بود، دلشون رو برده بود، لذا تجارت میکنن، رفت آمد میکنن، زن میگیرن، بچه تربیت میکنن، جبهه میرن، شوخی میکنن، ولی هیچ کدامش از نمازشون تفاوت نداره. همون گونه که از اول نماز تا آخر نماز برای رضای خدا به فرمان خدا قیام و قعود میکنه، شوخیش هم به فرمان خداست، شادیاش هم سرور مؤمنینش هم به فرمان حضرت حق سبحانه و تعالی است. این مطهر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسی که اللهم صل على محمد و آل محمد، کسی که این حجاب خودیتش کنار بره و دلش هرچی هست پیش خدا باشه، خدا در دل او خانه کرده باشه، خدا دل او رو بارگاه خودش قرار داده باشه، دل او رو عرش خودش مشخص کرده باشه، خدا عرش خودش رو تحت فرمان خودش داره. این دل تو چنگ خداست، خدا فرمان حب و بغض به او میده. اون چرا که خدا میگوید بخواه میخواهد، و اون چرا که خدا میگوید دشمن بدار، اون را دشمن میدارد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم خودش مطهر است و هم کسانی که با حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وصل بشند، دلشون رو، وجودشون رو به موسی بن جعفر، مرام موسی بن جعفر، گفتار موسی بن جعفر، سبک زندگی موسی بن جعفر، صبر موسی بن جعفر، طاغوت زدائی موسی بن جعفر، ظلم ستیزی موسی بن جعفر، اون ناله های جانسوزی که راوی میگوید دیدم حضرت موسی بن جعفر بعد از نماز عشاء سر به سجده گذاشت و در حالی که
وجود نازنینش رعشه داشت و گریه داشت، می گفت که عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. تا سحر در یک سجده ساعتها مرتب این ذکر رو تکرار می کرد و عشق می ریخت. کسی که ذوبه در کانون نور حضرت موسی بن جعفر بشود، این نه طاهر میشه. حضرت موسی بن جعفر دلش رو شکار میکنه، میده به خدا و او رنگ خدا میگیره. لذا تربیت شده های حضرت موسی بن جعفر تحت تصرفات تکوینی موسی بن جعفر بودن، که یک نمونهش جناب علی ابن یختین است و او وجودش در دستگاه هارون الرشید جز معجزات موسی بن جعفر بود. حضرت رصد میکرد، خطرها را از او دفع میکرد و هواش رو همیشه داشت، هیچ وقت نگذاشت که این بزرگوار به خودش واگذار بشه. ولی امر، ولی عصر، امام زمان، جان عالم است. اگر کسی خودش رو به امام زمان بده و بیعت بکنه، حضرت خواب و بیداریش رو تحت تصرفات خودش قرار میده. و کسی که مخلص شد، مطهر شد، کار خدایی میکند. من یکی دو نمونه از کسانی که مجذوب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفتن و کارشون فوق کارهای بشری قرار گرفت، یکیش همتون شنیدید که جناب بشر حافی بود. این بشر حافی آدم خوشگذرانی بود، آدم غافلی بود، آدم دنیاگرایی بود، آلوده بود به شهوات دنیا. ولی موسی بن جعفر، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا آیا امام رضا، آقا امام مهربان، برای بابات مجلس گرفتی آقا، این جمع آمدن به شما سرسلامتی بگن آقا، آقا من روزخان مجلس بابات موسی بن جعفرم، آقا نوبت ما نرسیده، یا خودت یا حواله بدیم موسی بن جعفر یه نگاهی هم به ما. آقا موسی بن جعفر وقتی از کنار خانه بشر عبور میکرد، دید صدای نوازندگی و رقاصی و اینا از این خونه بلنده. این خدمتگزار خانه که آشغال خانه رو آورده بود بیرون بریزه، از این پرسید صاحب این خونه بنده است یا آزاده، برده است یا آزاده، مالک داره یا وله. گفت نه آه، این خودش ارباب حشم و خدم داره، کجا برده است. حضرت فرمودن اگه بنده بود اینجور نبود. ولی این حرف نبودا، امام یه نگاهی به او کرد، نمیدونم چی داشته که امام او را از لجن کشید بیرون. یک عمری تو لجن بود، ولی با یه نگاهی این دوری که در باطنش بود از همه این منجلاب ها کشید بیرون. وقتی این خدمتگزار رفت و گفت یه آقای از جلو خونه عبور میکرد، از ما یه همچه سوالی کرد، ما هم یه همچه جوابی دادیم، تکون خورد، بر خود لرزید، با پای برهنه دوید، دامن موسی بن جعفر رو گرفت، گفت آقا تا حال آزاد بودم، تا حال بی صاحب بودم، تا حال ول بودم، هر کاری دلم بخواست می کردم، ولی حالا دامن تو گرفتم، بیا منم وصل کن، من زیر نظر شما باشم، من مال شما باشم. عوض شد. میدونی چی کار میکرد؟ بشر حافی اولا تا آخر عمر پاش تو کفش نرفت، همیشه با پای برهنه.
میدونید به کجا رسیده بود؟ به مقام حضور رسیده بود. مقام حضور غیر از مقام محضر است. امام علیه السلام فرمودند خف الله که انک تراه، و از خدا اونچنان بترس که گویا خدا را میبینی. و ان لم تکن تراه فانه یراک. اونی که همیشه باورش اینه، شهود قلبش اینه که خدا داره نگاش میکنه، در حضور خداست. این کلاس، کلاس حضوره. همه عالم محضر خداست. اونی که حضور داره همیشه خودش رو در چنگ قدرت خدا میبینه، در قبضه علم خدا میبینه. این آدم بد، سابقه بدنام، تا آخر با اون سوابق ناز و نعمتی که داشت با پای برهنه میرفت. و اون روزگارها نه اسفالتی بود، نه خیابانهای منظمی بود، راههایی که پر از سنگ و خار و اینا بود، همیشه پاش برهنه بود. گفتن چرا پانه به پاد کفش نمی کنی؟ این حالت حضرت موسی را پیدا کرده بود، تورش همه جا شده بود. فخلع علیک انک بالواد المقدس توا. به موسی که در حضور حق قرار گرفت اونجا خطاب آمد. موسی میدونی کجایی؟ پیش خدا اومدی، کفشاتو در بیار. این بشر حافی به این مقام رسیده بود، همیشه خودشو پیش خدا میدید و میگو پیش خدا که آدم نباید کفش به پای خودش بکند. حضرت موسی بن جعفر در اثر تحولی که در وجود این به وجود آورد، هیچی برای خودش نگه نداشت، هرچی داشت به خدا داد و او مقام تیول ارضی پیدا کرد. جناب بشرافی با اون سوابقش تیول ارض داشت، به هر جا میخواست بره احتیاجی به مرکب نداشت، اراده میکرد در هر جا که باشد به اونجا برسد. امشب شب رحلت مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت عزیز سفر کرده ما هم هست، یادی از ایشون کرده باشیم و عرض توسلی در محضر حضرت رضا میخوام روزه باباشو برای خودش بخونیم، ببینیم حضرت یه امان نامه امشب بناس به ما بدن، یه جواز ورود بهش بناس به ما بدن. حواله ظهور امام زمانمون امشب امام رضا از خدا میگیره. یعنی این یمن مظلوم به جرم اینکه یا علی میگن، به جرم اینکه با ایران مشترکات فرهنگی دارن، به جرم اینکه این وهابی های مزدور امریکا رو نمیخوان بر خودشون مسلط ببینن، دارن کودکانشون رو میکشن، دارن خانه‌هاشون رو بر سرشون ویران میکنن، دارن منبع‌های آبیشون رو زدن، منابع برقشون رو زدن. خدایا مظلومین چه کسی جز تو دارن؟ این ولیت کی میخواد بیاد؟ کی میخواد این مظلومین رو نجات بده؟ مرحوم آیت الله عظما و بهجت فرمودن من از آقای طباطبایی، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، شنیدم که استاد ما هیچ وقت ماشین سوار نشد، ولی هر جا لازم بود باشه اونجا حضور داشت. استادشون جمال السالکین، عارف واصل، علامه عامرزلی، آقای قاضی رو منظورشون بود. فرمودن از آقای طباطبایی شنیدم استاد ما هیچ وقت به ماشین سوار نشد، به هواپیما سوار نشد، ولی او رو که در نجف بود، بنده خدای ایران آمده بود، گذرنامش درست نمیشد. تو حرم حضرت رضا مرحوم آقای قاضی رو دیده بود، بعد گفته بود گذرنامه من مشکل داره، درست نمیشه. ایشون فرموده بودن برو تو شهربانی اون زمان پیش فلان افسر، او کار تو رو درست میکنه.
وقتی برگشته بود به نجف گفته بود آقای قاضی رو من در مشهد دیدم و مشکل گذرنامه من رو ایشون درست کرد، هیچ کس باور نکرد. گفتن آقای قاضی هیچ روزی درسش تعطیل نبوده، همیشه اینجا ما دیدیم. و آقای بجت گفتن که من این رو که از آقای طباطبایی شنیدم به پسر ایشون مراجعه کردم. گفتم میگن پدر شما هیچ وقت سوار بر مرکب نمیشد، ولی هر جا مخواست. گفت بله همین جور بود، ما همیش وقت ندیدیم پدرمون از هواپیمایی ماشینی استفاده کرده باشه. بعد آقای بهجت فرمودم من خودم هم یادم آمد که من در محضر مرحوم آیت الله میلانی به اتفاق استادمون یعنی مرحوم آقای قاضی بنا بود کربلا بیایم، ما را تا دم ماشین آورد، ماها سوار شدیم، او سوار نشد. وقتی رفتیم نجف دیدیم که او جلوتر از ما توی نجف هست. آدم که بنده خدا باشه، آدم که بندگیش در پیشگاه خدا تثبیت شده باشه، بنده یعنی کسی که مالک داره، مال خودش نیست. بنده یعنی این، اونی که مال خودش نیست خودش رو به خدا داد. این عصبانیت های بی جا، این نجاست چشم، این نجاست زبان آدم رو ذلیل میکنه، آدم رو بیچاره میکنه، درهای زندگی رو به روی آدم میبنده. بندگی کن بی برکتی نیست، بی روزی، گرفتاری های نه، همه مال گناهه. بنده باشی خدا برات مائده آسمانی میپرسته. چه نیازی به این ماشین های پرترافیکست که داره ریاها رو خراب میکنه، دود و گازوئیل. مثل آقای قاضی باش، هر جا خواستی خودت اونجا حضور پیدا میکنی. یه وقت یه کسی مثل آقای قاضیه که از ابتدا پدری عارف داره، از استادی مثل اسد احمد کربلایی داره، یه وقت نه، موسی بن جعفر یه آدم بد سابقه رو با یه نگاهی عوض میکنه. امشب ببینیم توی این مجلس هم دلهای آمادهی باشه یه کسی نگامون بکنه انشاءالله. السلام علیک یا ابا الحسن یا باب الحوائج. تو دفتر نشسته بودیم میخواستیم بیایم، یه آقای جرگانیمون میگفتن که افرادی که رفتن کاظمین امروز خبر از اونجا میدادن، میگفتن قلقله است، قلقله است. خدایا باب الحوائج، گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم. موسی بن جعفر نتونستیم بیایم اونجا کنار ذریعت گریه کنیم، اومدیم پیش آقازادت، اومدیم به امام رضا تسلیت بگیم، اومدیم بگیم آقا در غم شما ما سعیم هستیم. 4 سال بود یا 7 سال بود یا 12 سال بود پدر این بزرگوار در زندان بود. امام رضا 18 خواهر داره، سالها باباشون اسیر بوده، زندانی که ملاقاتی نداره، زندانی که هواخوری نداره، زندانی که زندانبان قسی القلبی مثل سندی ابن شایق داره. میدونید بابا با امام رضا چه میکرد؟ از این زیارتنامش آدم دلش کباب میشه. السلام علی المعذب فی قعر السجود. یه زندان نبود، زندان های تو در تو بود، زیر زمین تاریک بود. در این زمین تاریک نمورم چاله هایی بود که اسمشو سیاه چال میگفتن. امام معصوم رو در یه همچه چاله یدن. ای کاش در همون جا هم دست موسی بن جعفر باز بود،
مثل فردایی وقتی کارگر آمدن جنازه آقا را ببرند، به زندانبان گفتن ما جنازه ای نمی بینیم. زندانبان اشاره کرد به یه چاله ای، گفت عبایی که می بینید و بدن مصطفی جعفر، اما از بس لاغر شده با لباس تشخیص داده نمیشه، یه مش استخون بیشتر ازش باقی نبود. چهار تا حمال در نهایت استخفاف آمدن دست بردن زیر جنازه که بلند کنن، دیدن بدن بی این لاغری خیلی سنگینه، نمیتونن بلند کنن. عبا را کنار زدن. امام زمان ساعد الله قلبش، آقا جا خدا صبرتون بده، خدا اجرتون بده. عبا را کنار زدن، دیدن پای مبارکش رو کن زدن، قل و زنجیر دستشو بگردنش، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اما امان از دل زینب، زین العابدین رو جلو چشم خواهرش، جلو چشم بچه‌هاش دستای مبارکیشو بسته بوده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بیا مادر کن جین زندان، بال و پر زدنم را تماشا کن. ناله داری بگم یه مستعشو. مادر بیا با آن دست آزرده، کند و زنجیر از پی کرم واکن. کجایی ای نور چشمانم، بیا بابا کنج زندانم، ای رضا جانم، ای مرحبا، ای های فدای اونی که ناله داره با. یا امام رضا، امشب دلای مهمونات دو جا پر زد، هم کنار قبر باباتون، هم مدینه ای که شنیدم جلو بقیر و دیوار کردن. این ناله میتونه امشب نابودی آل سعود رو امضا کنه. وا پیش امام رضا ببین چه میکنی امشب. آه سیدا ببخشن، مر حدیث اگر چه روزه است، فرمود مادر زبان حال با مادر، همان دستی که جسارت کرد در مدینه بر مادرم زهرا، رحمت خدا به این ناله. آروم نباشی با شب عزای امام کاظم تو حرم امام رضا قسمتت شده برای ناله زدن. هر جایی که صدای منو میشنوی ناله باشه با. همان دستی که جسارت کرد نکته سنجا، در مدینه بر مادرم زهرا، سیدا ببخشن، یا امام رضا، مرا میزد گوشه زندان یک و تنها، آه و ویلا. چقدر این شعر سوزانده دلارو. یا امام رضا اجازه بدید یه جمله با مادر بگم. مادر هر روز روزه بود ولی موقع غروب
خواستم باشه، خواستم اشک نالت قطع نشه بعد منبر. فرمودن از زجاجای صدیقیم بدن عزیز زهرا را سه شبان روز بردن کنار جسر بغداد. سه شبان روز بود، اما بعد سه شبان روز آخ سلیمان نامی پیدا شد، پیرا کفنی که تمام قرآن بر او نوشته شده آوردن، با یک عزت و آبرو و عظمتی که شأن امامم حفظ بشه بدن و کفن کردن. آخ تشییع جنازه شد، دلایی که جلوتر از روز خون رفت. آخ فدای اون آقایی که بگم ناله تو شما بزنی، به فدای اون آقایی که ملغن سلازن بلا غسلن بلا کفنی. جانه فدای اون آلهی که گفت حسین، همه ی رواق با نفسش بگه حسین. بعد سه شبان روز اومدن عزیز زهرا رو دفن کنن، قبیله بنی اسد هر کاری کردن شناسایی کنن لشد. آخه باید بدن رو از روی سر و صورت شناسایی کنن. وجود نازنین زین العابدین تشریف آوردن، یکی یکی معرفی کرده، هر کی گرفتاره، هر کی مریض شاورده پیش امام رضا امشب، هر کی آرزو در امشب امام رضا یه نگاه کن از این حرم بره بیرون. آخمه یه بدنا رو معرفی کرد، بدم نشست رو خاکا کنار یه بدن بی سری. فرمود کسی به این بدن دست نزنه، این بدن بابای قریبم حسین. همه قصد زیارت کنن، دستو به سینه بذار تا ایشالله ادامه برنامه و زمزمه زیارت جامعه کبیره. هرچی صدا داری، مریضا، گرفتارا، حاجتمندا، قرضدارا، اونایی که آبروشون گروه ده کف دستشون آوردن پیش امام رضا، همه و همه رو یاد کنید. خیلی امام رضای ذکر رو دوست می‌دارن. با همه وجودت بگو یا حسین.